قسمت هفتم آماتور 14 مهر ماه سال 1330 جوانان طرفدار نخست وزیر ایران این روزها با اشتیاق خاصی اخبار را دنبال می کنند. دکتر محمد مصدق در سفری تاریخی به آمریکا رفته تا در تریبون شورای امنیت سازمان ملل آنچرا که در این چند ماه به ملت ایران گذشته برای همگان توضیح دهد. فشار دولت انگلیس بر سر ملی شدن صنعت نفت بالا گرفته و ایران به دلیل تحریم‌ها دچار مشکلات اقتصادی شده. اما در سفر با آمریکا مصدق توانسته با یکی از دوستان مهم خود ملاقات کند. رئیس جمهور دموکرات آمریکا یعنی هری ترومن به مصدق وعده کمک داده و این یعنی حالا با حمایت یک دولت خارجی قدرتمند تحقق آرزوهای جوانان طرفدار مصدق دور از دسترس نیست. حدود یک سال بعد ژنرال آیزنهاور به عنوان جانشین ترومن در کاخ سفید و یک سیاستمدار جمهوری خواه وعده کمک به ایران را تکرار می کند. این مسئله به قدری برای آیزنهاور مهم است که بلافاصله بعد از رسیدن به ریاست جمهوری عده‌ای از مستشاران آمریکایی را برای اجرای پروژه‌ای مهم به ایران می فرستند. افرادی با توانایی‌های ویژه که وظیفه خاصی را بر عهده دارند. برای مستشاران اعزام شده به ایران که هر کدام از مأموران عالی رتبه سازمان سیا هستند، کار از آن چیزی که پیش بینی می شد ساده تر جلو می رود. خیلی زود شبکه مخالفان مصدق از افسران ارتش گرفته تا نمایندگان مجلس و درباریان تشکیل شده و تنها با خرج چند هزار دلار اراذل تهران هم برای گرداندن میدان اجیر می شود. چاپ مقالات و اعلامیه‌های تحریک‌آمیز علیه مصدق هم فضا را برای اعمال خشونت آماده می‌کند. ظرف چند ساعت یاران مصدق همه چیز را از دست رفته می‌بینند. روز 28 مرداد 1332 کودتا علیه دولت ملی به پیروزی می‌رسد. این اتفاق غیرمنتظره برای جوانانی که دولت را در یک قدمی دستاورد بزرگ برای ایران می‌دیدند. باور نکردنی است. این روزها جوانان مصدقی ناامیدانه بر سر یک دوراهی سرنوشت ساز قرار گرفتند. رفتن یا ماندن. نخست وزیر محبوب آنها به همراه دوستان و بسیاری از طرفدارانش زندانی شدند و به زودی در دادگاه نظامی محاکمه می شوند. محمد رضا شاه قدرت بی سابقه ای پیدا کرده و فضای امنیتی سنگینی همه جای ایران را فرا گرفته. با این شرایط ادامه مبارزه سیاسی در کشور ساده به نظر نمی رسد. فقر و کمبودها در جامعه هم ماندن را مشکل کرده و مهاجرت به خارج، جایی که امکانات تحصیلی و مادی مناسبی وجود دارد، قابل توجیه خواهد بود. برخی از جوانان مصدقی با وجود دلبستگی‌هایشان به نهضت ملی راه خود را انتخاب کردند. ابراهیم یزدی مانند خیلی از دوستانش با وجود خاطرات تلخی که از ایالات متحده و کودتای سال 32 به جای مانده برای تحصیل و رسیدن به سرنوشت خود راهی آمریکا می شود. هشت سال از کودتا می گذرد. حالا محمد رضا شاه بدون هیچ مزاحمتی مشغول حکمرانی است و همه تحرکات مخالف را زیر نظر دارد. اما با این وجود طرفداران با سابقه مصدق مثل مهندس مهدی بازرگان که خاطرات خوش نهضت ملی را همچنان به یاد دارند، با تأسیس نهضت آزادی می خواهند مبارزات ملی را در مسیری جدید و با تأکید بر ارزش‌های اسلامی دوباره آغاز کنند. با رسیدن این خبر به آمریکا، دانشجویان مسلمان و معتقدی مثل یزدی و دوست مبارزش مصطفی چمران انگیزه پیدا می کنند تا برای مقابله با شاه حرکت مشابهی را آغاز کنند.
این روزها دوران ریاست جمهوری آیزنهاور جمهوری‌خواه به سر آمده و حضور جان اف کندی در کاخ سفید به عنوان یک رئیس جمهور دموکرات و معتدل یزدی را امیدوار کرده تا با آزادی بیشتری شعبه نهضت آزادی در آمریکا تأسیس شود و مبارزه علیه شاه بار دیگر جان بگیرد. از همان ابتدای کار این تشکیلات، راهپیمایی‌های اعتراضی مختلفی علیه شاه در آمریکا سازماندهی شده و فعالیت‌هایی مثل تحصن در مقابل سفارت ایران در واشنگتن به شدت در رسانه‌ها صدا می‌کند. اما این سبک مبارزات برای جوانان پرشوری مثل یزدی هنوز راضی کننده نیست. شاه با کشتار مردم در روز 15 خرداد 42 نشان داده که فعلاً قصد تسلیم شدن ندارد و تحولات روز جهان هم راه دیگری برای مبارزه نشان می‌دهد. پیروزی قیام مسلحانه یک فعال دانشجویی آزادی‌خواه به نام فیدل کاسترو در برابر دیکتاتور نظامی کوبا که با پشتیبانی دولت آیزنهاور به قدرت رسیده بود، در کنار جنگ داخلی الجزایر که در نهایت به استقلال این کشور از سلطه فرانسه ختم شد، برای جوانان مبارزی مثل یزدی نمونه‌های الهام بخش از روش جدید مبارزه هستند. دیدن این اتفاقات یزدی را برای انجام یک سفر مهم متقاعد کرده است. او که تنها به پیروزی در مبارزه فکر می‌کند، به همراه دوستان نزدیکش مثل مصطفی چمران کار و زندگی در آمریکا را رها کرده و به مصر سفر می‌کند. با تأسیس یک سازمان نظامی در مصر به نام سازمان مخصوص اتحاد و عمل یا سماع، یزدی با همراهی چمران دوره‌های سخت رزمی مثل جنگ تن به تن، دفاع شخصی و کار با مواد منفجره را می‌گذراند و به یک چریک تمام عیار تبدیل می‌شود. همزمان با او در ایران هم عده‌ای از شاگردان جوان مهندس بازرگان سازمان مجاهدین خلق را برای مبارزه مسلحانه پایه‌گذاری می‌کنند تا جنگی همه‌جانبه علیه شاه آغاز شود. اما بار دیگر هیچ چیز مطابق انتظار پیش نمی‌رود. اختلاف با رئیس جمهور مصر جمال عبدالناصر سماع را به تعطیلی کشانده و افراد تشکیلات ناچارند پایگاه مصر را ترک کنند. از ایران هم اخبار امیدوارکننده‌ای به گوش نمی‌رسد. ساواک، بازوی اطلاعاتی و امنیتی شاه، به عنوان دشمن درجه یک چریک‌های مسلح خیلی زود بر اوضاع مسلط می‌شود. افراد اصلی سازمان مجاهدین خلق بعد از اجرای چند عملیات خرابکارانه به زندان می‌افتند و بیشترشان به جوخه‌های اعدام سپرده می‌شوند تا محمد رضا شاه همچنان بدون دردسر به حکومت مقتدرانه خود ادامه دهد. در این شرایط سخت، یزدی به آمریکا برمیگردد تا با ادامه تحصیل در رشته داروشناسی و تحقیقات درباره بیماری سرطان، حداقل عقب ماندگی‌های علمی و ناکامی سال‌های مبارزه را جبران کند. اما این بار او باید به تنهایی سفر کند. زندگی در آمریکا دیگر برای دوست قدیمی او یعنی دکتر چمران راضی کننده نیست و مصطفی تصمیم گرفته برای ادامه مبارزه چریکی به لبنان برود. پاییز سال 1357 ایران با پدیده جدیدی روبرو شده است. دیگر اعتراضات علیه رژیم پهلوی مربوط به یک یا چند گروه سیاسی و مسلحانه نیست. طیف گسترده ای از مردم با رهبری یک شخصیت دینی یعنی آیت الله خمینی که حدود 15 سال در تبعید به سر می‌برد برای مبارزه با شاه متحد شدند. این بار خواسته های مردم هم با نهضت ملی در سال 32 تفاوت دارد. مردم انقلابی در کنار استقلال و آزادی خواستار تأسیس نظام جدیدی به نام جمهوری اسلامی هستند. آنها کار را به جایی رساندند که رژیم شاه برای بقای خود به کمک فوری نیاز پیدا کرده. حالا منافع حامیان رژیم در خطر قرار گرفته و دولت آمریکا به عنوان پشتیبان اصلی شاه باید هر چه سریعتر تصمیم بگیرد. I fully expect the Shah to maintain power in Iran and for the present problems in Iran to be resolved. Although there have been certainly deplorable instances of bloodshed, which we would certainly want to avoid or see avoided. I think the
the predictions of doom and disaster that came from some sources have certainly not been realized at all. The Shah has our support and he also has our confidence. با حمایت علنی کارتر رئیس جمهور دموکرات آمریکا از شاه، کاخ سفید تصمیم خود را اعلام می‌کند. اولویت حفظ رژیم پهلوی به هر قیمتی خواهد بود. البته ایالات متحده از نقشه دوم، یعنی شناسایی مخالفان و ارتباط با آنها هم غافل نشده است. با توجه به اطلاعات اولیه، عده‌ای از افرادی که به محل اقامت آیت الله خمینی در روستای نوفل و شاتو در حوالی شهر پاریس رفت و آمد دارند، طرفداران قدیمی مصدق هستند. کسانی که سالهای زیادی در آمریکا و اروپا زندگی کرده اند و شاید بتوان به دور از شلوغی نوفل و شاتو با آنها به گفتگوی دوستانه نشست. روز 22 آذر 57، بالاخره این فرصت در واشنگتن دی سی فراهم می شود. سوژه ملاقات کسی است که بعد از چند سال ناکامی بالاخره راه تازه‌ای برای مبارزه پیدا کرده. او که در آمریکا مدرک پست دکترای داروشناسی گرفته و علاوه بر تدریس در دانشگاه درباره سرطان تحقیق می‌کرده، با آغاز جنبش مردم انقلابی از تمام سمت‌هایش در آمریکا استعفا داده و به حلقه اطرافیان آیت الله خمینی پیوسته. حالا در یکی از رستوران‌های واشنگتن، هنری پرکت، مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا، این فرصت را دارد تا درباره انقلاب با او گفتگو کند. دکتر ابراهیم یزدی. دکتر یزدی با سرسختی میگوید که شاه دیگر جایگاهی در ایران ندارد و باید برود. اما مسئله توجه پرکت را به خود جلب کرده. یزدی نتوانسته ترس خود را از یک مسئله مهم پنهان کند. او که خاطرات 28 مرداد 32 را هنوز در ذهن دارد، درباره ادامه پشتیبانی آمریکا از شاه و تکرار کودتا علیه خواسته مردم نگران است. یزدی به پرکت اعلام کرده که قیام آیت الله خمینی در برابر خشونت رژیم آسیب پذیر خواهد بود. جمله‌ای که می‌تواند دولت آمریکا را برای ملاقات‌های بعدی امیدوار کند. دیماه 57، تغییرات بی سابقه ای در رژیم اتفاق می افتد. شاه از کشور خارج شده و شاپور بختیار، یکی از منتقدین قدیمی او، به نخست وزیری می رسد تا اوضاع را آرام کند. اما بختیار در این پروژه تنها نخواهد بود. فرستاده رسمی دولت کارتر به ایران آمده تا ارتش شاهنشاهی را برای اقدام احتمالی علیه انقلاب آماده کند. ژنرال رابرت هایزر، افسر با سابقه آمریکایی، وظیفه مهمی در حفظ رژیم و کمک به بختیار خواهد داشت. همزمان با سفر هایزر به تهران، یکی دیگر از مهره‌های متخصص آمریکا سفر خود را از شهر واشنگتن آغاز می‌کند. اما مقصد فرستاده دوم روستای نوفل و شاتو خواهد بود. یک استاد دانشگاه آمریکایی که بیشتر مصدقی‌ها مانند دکتر یزدی او را به خوبی میشن. حالا در سال 57، بعد از تجربه های موفق در سازمان سیا و مطالعه تخصصی بر روی ایران، کاتم در پوشش یک محقق به نوفل و شاتو آمده تا همزمان با آغاز فعالیت هایزر در تهران از نزدیک جبهه مخالفان را بررسی کند. او در این سفر با برخی از اطرافیان آیت الله خمینی مانند دکتر یزدی ملاقات کرده و نتیجه را به سفارت آمریکا در تهران گزارش می‌کند. طبق ارزیابی او، عده‌ای از مخالفان وابستگی ایران به آمریکا را لازم می‌دانند و در این حال از کودتای خشن نظامی می‌ترسند و با این اهرم فشار می‌توان با آنها مذاکره کرد. کاتن به طور خاص در ملاقات با یزدی هشدار داده که در آمریکا جمهوری خواهان شدیداً پشتیبان شاه هستند و مانند آیزنهاور در سال 32 برای حفظ او هیچ ابایی از خشونت و کودتای دوباره ندارد. اما در این حال کاتم یزدی را امیدوار نگه داشته و گفته که اطرافیان پرزیدنت کارتر و دموکرات‌ها معتدل و طرفدار مذاکره‌اند و انقلاب ایران را یک جنبش مردمی اصیل می‌دانند. علاوه بر این گفتگوها، کاتم این فرصت را پیدا می‌کند تا با هماهنگی دکتر یزدی رهبر انقلاب را هم بی‌واسطه ارزیابی کند.
در ملاقات با آیت الله خمینی با یادآوری آنچه بر سر مصدق آمد، با آیت الله درباره تبعات ادامه مسیر انقلاب هشدار می‌دهد. شاه در این ماه‌های اخیر کوشش زیادی به کار برده تا به طرق مختلف به یک مصالحه‌ای با شما و مخالفین خودش برسه. آیا به نظر هستالی زمان این مصالحه فرا نرسیده است تا بتوانید جلوی کشتار تعداد زیادی از طرفداران خودتون رو بگیرید؟ اگر او راست میگد که میخواد مصالحه کند، به خواست ملت عمل کند و او این است که او برود مشغول کاری دیگه بشد، لکن او درست نمیگد، نمیخواد مصالحه کند، او میخواد اخفال کند مردم را و بعد از اون بدتر از اول رفتار کند. اما آیت الله اعلام کرده که نهضت اسلامی با مبارزات دوران مصدق متفاوت است و هیچ قدرتی در عالم نمیتواند مقابل آن بایستد. البته کاتم بنا به تجربهش این جملات را جدی نمیگیرد. اما درست زمانی که هایزر ارتش را برای ضربه نهایی به انقلاب آماده میکند و نیروهای بختیار در خیابانها مقابل مردم انقلابی قدرت نمایی میکنند، سفارت از یک اتفاق مهم مطلع می شود. در این شرایط بحرانی، عده‌ای از اطرافیان آیت الله خمینی به رهبری مهندس مهدی بازرگان مخفیانه با بختیار مذاکره کرده اند و قرار بر این شده تا طرفین با هم صلح کنند، طرحی که یزدی هم با آن موافق است. التهاب در خیابان‌ها روز به روز بیشتر می‌شود، اما آیت الله خمینی و همفکرانش با هر گونه مذاکره با رژیم مخالفند و می‌خواهند مردم انقلابی در میدان مبارزه همه چیز را تعیین کنند. با این تصمیم شمارش معکوس برای کودتا آغاز شده و هر لحظه امکان دارد یک جنگ داخلی تمام عیار آغاز شود. اما یک اتفاق پیش‌بینی نشده در میدان تمام برنامه‌ها را به هم می‌زند. ارتش به مردم انقلابی پیوسته و فعلا تکرار کودتای 28 مرداد غیر ممکن خواهد بود. روز 25 بهمن 57، تنها 3 روز بعد از سقوط رژیم شاهنشاهی، رئیس جمهور آمریکا دولت موقت انقلاب را به رسمیت شناخته و اعلام می‌کند که آماده همکاری با نظام جدید ایران خواهد بود. We have been in touch with those in control of the government of Iran and we stand ready to work with them. در تهران این خبر تأثیر مثبت خود را بر اعضای دولت موقت گذاشته و افرادی مثل دکتر یزدی خیالشان از کودتای احتمالی آمریکا راحت می‌شود. اما تنها ساعتی بعد در تماسی تلفنی با دفتر نخست وزیر دولت موقت، مهندس بازرگان درباره وقوع یک مشکل بزرگ مطلع می‌شود. یک گروه چریکی ناشناس به سفارت آمریکا در خیابان روزولت تهران حمله کرده و درگیری مسلحانه آغاز شده است. سفیر درخواست کمک کرده و بازرگان معاونش یعنی دکتر یزدی را مأمور می‌کند تا آرامش را به سفارت. روز 21 اسفند 57، روزنامه‌ها خبری چاپ می‌کنند که این بار شخص معاون نخست وزیر را مورد هدف قرار می‌دهد. یک کارشناس آمریکایی به نام جیمز بیل ادعا کرده که چون برخی از اطرافیان آیت الله خمینی در آمریکا تحصیل کرده اند، می توان بر حفظ منافع آمریکا بر روی آنها حساب کرد. نام یزدی به عنوان یکی از این افراد مطرح شده و او در افکار عمومی و رسانه‌ها تحت فشار قرار می گیرد. همزمان با این اتفاق، معاون نخست وزیر که انقلاب را در خطر می بیند، در رسانه‌ها مواضعی گرفته که می‌تواند رابطه دوستانه با آمریکا را به چالش بکشد. یزدی بعد از اعدام سران رژیم پهلوی به حکم دادگاه انقلاب، از این اقدام که مورد انتقاد دولت آمریکا قرار گرفته، در رسانه‌ها تمام قد حمایت کرده است. I don't know why you are so much sensitive on these matters and you never ask what these people they have done in the past concerning thousands of people they have killed. Well, there are those who would argue that whatever they've done in the past doesn't merit this kind of butchery. If you want to execute them, there is a straightforward way of doing it. But you have to remember that this is a revolution. This is not a Madison Avenue show
that he wanted to, you know, this is a revolution. What do you expect from the revolution? How long is this kind of revolution going to go on for, and how long will it be before you get some kind of order in your affairs? It doesn't matter. It doesn't matter how long. You know you have been witnessing the crimes of the Nazis in Germany, and you didn't denounce the way that people, they executed those criminals. Now, I don't know why you're so much concerned about the bunch of criminals here that they are putting to trial. So you find it quite acceptable that this kind of retribution is being taken now? Well, I'm telling you, they deserve, because they have committed crimes. Whether they have to be killed with 10 bullets, I will make your recommendation to them that they should be killed with 12, not 12 bullets, probably with 2 bullets in their heads. I will hire some sharpshooters, probably from England or from America, to make 1 bullet in their head. اما با این حال، کاردار سفارت آمریکا در تهران اصرار دارد که هر چه زودتر با یزدی ملاقات کند. در این دیدار، کاردار نگرانی دولت آمریکا را درباره عملکرد دادگاه‌های انقلاب گوشزد می‌کند، اما برخلاف انتظار او، لحن یزدی کاملاً متفاوت شده. یزدی که درباره اقدام آمریکا علیه ایران نگران است، با اعلام اینکه خشم مردم از رژیم سابق کار دولت را برای اصلاح امور مشکل کرده، انتقاد کاردار را می‌پذیرد و برای اثبات حرفش تصاویر تکان دهنده ای را که انقلابیون از مراکز ساواک خارج کرده اند نشان می دهد. تصاویر زندانیانی که در زیر شکنجه های ساواک کشته شده اند. بعد از این موضوع او فکر می کند گذشته ها گذشته است و در صورت حفظ احترام متقابل، ایرانی ها برای داشتن رابطه خوب با آمریکا مرد عمل خواهد. با این ملاقات رو به جلو، کاخ سفید به تحلیل محرمانه‌ای که اندکی قبل سفارت از تهران فرستاده بود امیدوار می‌شود. تحلیلی که سفارت در آن ادعا کرده بسیاری از ایرانی‌های باهوش و فعالان سیاسی در ایالات متحده تحصیل کرده‌اند و به دلیل این آموزش روابط خوبی بین ایالات متحده و ایران در پیش است. اردیبهشت ماه 58، وقتی یزدی به مقام وزارت امور خارجه میرسد، امیدها برای برقراری رابطه دوستانه بین ایران و آمریکا رنگ تازه‌ای به خود میگیرد. یزدی در اولین روزهای کار خود به عنوان وزیر خارجه اعلام کرده که سیاست خارجی ایران همان سیاست مصدق خواهد بود، اما در این حال او درباره دخالت خارجی‌ها در امور ایران همچنان نگران است. یزدی در ملاقات خصوصی با مأموران سفارت درباره ناآرامی‌های تجزیه طلبانه در کردستان شکایت کرده و طبق شواهدی آمریکا و اسرائیل را عوامل پشت پرده می‌داند. اما مهندس بازرگان، یزدی و بسیاری از اعضای دولت موقت راه حل نظامی را در کردستان مؤثر نمی‌دانند و معتقدند باید برای نجات کردستان با تجزیه طلبان مذاکره کنند. با همین استراتژی، دوست صمیمی یزدی یعنی دکتر چمران که این روزها معاون نخست وزیر شده، از طرف دولت موقت مأموریت یافته تا به کردستان برود و با گفتگو بحران در شهرهای مختلف را حل و فصل کند. اما برخلاف انتظار، او با یک جنگ تمام عیار روبرو می شود. در شهر پاوه، چمران گرفتار محاصره تجزیه طلبان مسلح شده و شهر روز به روز به سقوط نزدیک تر می شود. همزمان با این بحران، خبرهایی از مرزهای غربی می رسد که شرایط را سخت تر می کند. هر از چند گاهی، جنگنده های عراقی وارد حریم هوایی ایران می شوند و شهرهای مرزی ایران را بمباران می کند. اما یزدی که درباره این ماجرا هم شواهدی از دخالت آمریکا و اسرائیل پیدا کرده، در تلاش است تا بی‌واسطه با معاون نخست وزیر عراق صدام حسین گفتگو کند و با انتخاب مسیر دیپلماسی از وقوع جنگ پیشگیری کند. علاوه بر این، یزدی که روی کمک آمریکا برای مهار عراق حساب می‌کند، در گفتگو با کاردار سفارت آمریکا در تهران اطمینان داده که ایران تاکنون عمل تحریک‌آمیزی علیه عراق انجام نداده است. او حتی در مذاکرات به وعده‌ای که قبلاً به آمریکایی‌ها داده بود عمل می‌کند.
ماها پیش از پیروزی انقلاب، یزدی در دیدار با یکی از مقامات آمریکایی گفته بود که دولت انقلابی تمام قراردادهای نظامی ایران و آمریکا را لغو می‌کند تا به جای آن از آمریکا تراکتور بخرد، چرا که ایران به دنبال جنگ و خونریزی نیست و این کار نفع بیشتری خواهد داشت. در آن زمان سولیوان، سفیر وقت آمریکا در تهران، یزدی را به دلیل گفته‌هایش در این دیدار یک سیاستمدار آماتور لقب داده بود. اما حالا بعد از ماه‌ها یزدی تصمیم گرفته ایده‌اش را عملی کند و هواپیماهای فوق پیشرفته F-14 نیروی هوایی ایران را به آمریکا پس بدهد. سیستم‌های راداری این جنگنده‌ها به قدری پیچیده است که می‌تواند 24 هدف هوایی را ردیابی و همزمان 6 هدف را تا فاصله حدود 100 کیلومتری منهدم کند. اما یزدی برای بازگرداندن این هواپیماها به آمریکا دلایل مهمی دارد و معتقد است ایرانی‌ها توانایی بهره برداری از این هواپیماها را ندارند و برای این کار نیازمند مستشاران آمریکایی خواهند بود. هست و اینکه این هواپیماها از نظر اداره اینها و ادامه نگهداریش ما رو حتی از نظر نیروی انسانی هم به امریکا وابسته میکنه. یعنی برای اینکه این هواپیما شروع به کار بکنه حداقل 2300 تا بلافاصله باید امریکایی به ایران بیان. استراتژی مذاکره دولت موقت با تجزیه طلبان هم بی نتیجه مانده و حلقه محاصره کمران و نیروهایش در پاوه ساعت به ساعت تنگ تر می شود. اما اتفاقی تعیین کننده در میدان بار دیگر شرایط را تغییر می دهد. آیت الله خمینی مستقیماً به نیروهای مسلح دستور داده که هرچه زودتر محاصره پاوه را بشکنند. بعد از صدور این فرمان نیروهای کمران جان تازه‌ای می گیرند و با رسیدن نیروهای کمکی ارتش پاوه از سقوط نجات پیدا می کند. بعد از این پیروزی چمران آنچه را که در کردستان گذشته برای مردم توضیح می‌دهد. و بزرگترین مصیبت شهادت 25 نفر در بیمارستان پاوه بود که عده‌ای از اونها مریض بودند، مجروح بودند، ولی این بیمارستان به دست دموکرات‌ها افتاد و اونها رو با فجیع‌ترین وضعی کشتند، حتی مجروحین رو قتل عام کردند. و در دامان این مصیبت ها بود که اون هجوم معروف در شب آخر بر ما شروع شد. دستوراتی دادم که در مقابله با دشمن چجور عمل بکنند و ما تا به صبح سر کردیم، در حالی که رگبار گلوله از طرف پاسداران ما و از طرف نیروهای مخالف حتی یک لحظه هم تا صبح قطع نشد و مهمات ما هم رو به اتمام بود و حلقه محاصره آنها تنگتر و تنگتر می شد تا وقتی که من بر بالای دیوار ایستاده بودم که یک باره پاسداران با فریاد الله اکبر و الله اکبر شروع به شعار دادن کردند. از اونها پرسیدم که چه خبر شده؟ گفتند بله، آقای خمینی اعلامیه ای داده و بیانی داده و بیان از این قرار است. هنگامی که فرمان آقای خمینی مطرح شد، دشمن پا به فرار گذاشت، روحیه خودش رو از دست داد و همون نیروهای شکسته و دیده و مصیبت زده ما اونچنان روحیه‌ای پیدا کرد که ما دست به تعرض زدیم. تنها دلیل بقای خودمون و پیروزی خودمون رو در پاوه اعلامیه ذکر بکنم که حضرت آیت الله خمینی در این باره صادر کردند و این پیروزی ها همونطور که گفتم قبل از اینی بود که حتی یک نیروی جدید وارد پاوه بشه، یعنی با همون نیروهای موجود و با همون پاسداران محلی موجود بود که ما توانستیم تمام مواضع از دست رفته خودمون رو کسب بکنیم و دشمن رو به عقب بزنیم. اتفاقات اخیر سیاست دولت را برای مردم زیر سوال برده و به نظر می‌رسد راهبرد دولت که بر دیپلماسی و مذاکره به جای دستاوردهای میدانی تمرکز دارد جواب نداده. اما با این حال سفارت آمریکا در تهران به نخست وزیر دولت موقت پیشنهاد تازه‌ای داده.
جشن بزرگی در پیش است و این رویداد فرصت دوباره‌ای خواهد بود تا مذاکرات با انگیزه بیشتری ادامه پیدا کند. 10 آبان 1358 نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت موقت در فرودگاه پایتخت الجزایر مورد استقبال قرار می‌گیرند تا در مراسم سالگرد انقلاب الجزایر حضور پیدا کنند. طبق رسم هر سال نمایندگان کشورهای مختلف به این جشن دعوت می شوند. اما امسال اتفاقات خاصی در پیش است. در این مراسم برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر هم حضور خواهد داشت و طبق پیشنهادی از طرف سفارت آمریکا در تهران مهندس بازرگان پذیرفته تا در حاشیه مراسم با او ملاقات کند. البته این تصمیم در حالی گرفته شده که بازرگان و یزدی قبل از سفر به الجزایر از اتفاق مهمی مطلع شدند. سفارت آمریکا در تهران به آنها اعلام کرده که شاه در تبعید، یعنی کسی که مردم انقلابی او را مجرم می‌دانند، مجوز ورود به خاک آمریکا را دریافت کرده. اما هیچ کدام از مأموران سفارت نمی‌دانند که توالی این اتفاق با ملاقات مخفیانه در الجزایر و دخالت در امور ایران می‌تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. توی آبان وقتی شاه رو پذیرفت امریکا احساس تغییر کردیم، یعنی بد احساسی بود، فکر کردیم توهین شده به کل انقلاب. درسته ما حالا توجیه میکنیم، میگیم آره شاه رو وقتی امریکا برد اونجا برای اینکه جنرال های خودش رو سازماندهی کنه تصور ما کودتا بود و فلان، اما واقعیتش و بیش از هر چیزی در 13 آبان 58 وقتی که ما تصور میکردیم بعد از 28 مرداد 32 امریکا شاه رو تبدیل کرده به یک دیکتاتور و خودش اینو کرده ژاندار به منطقه، احساس میکردیم حالا که شاه رو برده داخل امریکا و به او پذیرش داده بدون اینکه اجازه بگیره از نیروهای انقلابی، و بعد دولت موقت خود آقای مهندس بازرگان تو الجزیره با برژینسکی ملاقات کرده و بعد این ملاقات رو پنهان کردن، این پنهان سازی رو احساس میکردیم له شدیم، احساس میکردیم خورد شدیم. یک نسلی که اون همه عظمت انقلاب پشتش بود و مدافع انقلاب بود و بعد تحمل کرده و دولت موقت رو که این انقلاب تثبیت بشه، یهویی شرایطی برامون اتفاق افتاد که فکر میکردیم خیلی داریم سیلی بد جوری داریم میخوریم. روز 13 آبان 58 جوانان انقلابی که با دیدن اتفاقات اخیر انقلاب را در خطر می‌بینند، سفارت آمریکا در تهران را تصرف می‌کنند. اما این اقدام باعث شده تا آنها بیشتر از قبل عصبانی شوند. در سفارت سند محرمانه‌ای به دست آمده که افشای محتوای آن مردم و مسئولان را شوکه می‌کند. طبق این سند پیش از تسخیر، درست زمانی که بازرگان و دکتر یزدی مشغول مذاکره با آمریکایی‌ها بودند، دستورالعملی از واشنگتن به سفارت رسیده بود تا طبق آن پروژه خاصی در ایران به اجرا برسد. طبق این دستورالعمل باید افرادی در ارتش ایران به استخدام آمریکا در می‌آمدند تا دولت دموکرات آمریکا بتواند مانند دولت جمهوری خواه آیزنهاور کودتا کند. کودتایی علیه جمهوری اسلامی که قرار بوده ملی‌گراهای غیر مذهبی را در ایران به حکومت برساند و نه کس دیگری. با تسخیر سفارت پروژه توافق با آمریکا شکست خورده و دکتر یزدی مانند نخست وزیر به نشانه اعتراض از دولت موقت استعفا می‌دهد. اما این حادثه هم راه دوستان قدیمی را از یکدیگر جدا کرده است. دکتر چمران با وجود تسخیر سفارت آمریکا می‌خواهد همچنان به کارش در دولت انقلاب ادامه دهد. اما او و مسئولانی که در میدان باقی مانده اند باید امتحان دشواری را پشت سر بگذارند. بعد از شکست پروژه کودتا در ایران، حالا سیاستمداران کاخ سفید به راه دیگری برای مهار ایران فکر می‌کنند. برژینسکی در نامه‌ای به کارتر رئیس جمهور آمریکا راهکار جدید را توضیح داده است. تنها گزینه‌ای که برای ساقط کردن حکومت آیت الله خمینی باقی مانده، گزینه نظامی خواهد بود. کمتر از یک سال بعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران،
جنگ همه جانبه عراق علیه ایران آغاز می شود. در ماه‌های اول جنگ ناهماهنگی در نیروهای مسلح و کمبود امکانات کار را برای ایران سخت کرده و صدام که دست برتر را در جبهه ها دارد بخش‌های مهمی از کشور مثل خرمشهر را به تصرف در می آورد. اما علاوه بر وضعیت نگران کننده جبهه های جنگ، هر از چندگاهی اخبار ناخوشایندی مردم انقلابی را ناراحت می کند. این روزها حتی فرماندهان ارشد و مسئولان عالی رتبه در جبهه ها حضور دارند و بعضی هایشان در برابر پیشروی ارتش صدام به شهادت رسیدند. یکی از این شهدا نماینده رهبری در شورای عالی دفاع است، دکتر مصطفی چمران، کسی که آیت الله خمینی او و یارانش را الگویی برای همه معرفی می کند. شماها چند سال دیگر نیستید در این عالم، چمران هم نیست. چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در اون دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد. ما و شما هم خواهیم رفت، مثل چمران بمیرید. اما با وجود این اتفاقات اوضاع جبهه ها کم کم متحول می شود. با تقویت نیروهای ایران پیشروی عراق در میدان کند شده و رزمندگان طی عملیات هایی موفق می شوند بخش هایی از خاک ایران را آزاد کنند. این پیروزی ها تا جایی ادامه پیدا می کند که در یک عملیات بزرگ بالاخره خرمشهر پس گرفته می شود. فتح خرمشهر که به دژی نفوذناپذیر برای نیروهای ایران تبدیل شده بود به قدری مهم است که وزیر دفاع ایالات متحده کاسپر واینبرگر صریحاً تهدید کرده که پیروزی های ایران در جبهه ها مخالف منافع ملی آمریکاست و جنگ هرچه زودتر باید تمام شود. اما هنوز بخش هایی از خاک ایران در اشغال ارتش عراق است و از طرف دیگر در صحنه بین المللی هم صدام زیر بار شروطی مثل تعیین متجاوز و پرداخت غرامت نمی رود. به همین دلیل فرماندهان و مسئولان ایرانی بعد از فتح خرمشهر راهکار تازه‌ای برای تسلیم کردن صدام پیشنهاد دادند. وقتی که رفتیم خدمت امام برای اولین سفر جنگی در سمت فرماندهی، من به امام گفتم الان وضع جنگ بگونه است که ماها فکر میکنیم ما باید یک عملیات موفقی داخل خاک عراق داشته باشیم، گروگان بزرگی از عراق بگیریم و اونجا اون وقت خواسته های به حق خودمون رو به کرسی بشونیم. فرض کنید مثلا ما اون وقت ذهنیتمون این بود که بصره رو و دریا رو رابطهشو با عراق قطع بکنیم که خب بدون اون دریا و بدون بصره براشون خیلی سخت میشد. با استدلال فرماندهان نظامی آیت الله خمینی هم این تصمیم را میپذیرد. هر نظامی از هر کجای دنیا بیاری این نقشه را بذاری جلوش، میگه اینجا جای وایسادن نیست، پس باید بریم یه جایی که بتونیم خرمشهر و جاده خرمشهر اینا را از زیر دید و تیر برداریم و خودمون رو برسونیم به یه جای قابل پدافند. اونجا کجاست؟ یه جناحون باید رودخانه اروند باشه، یه جناحمون باید هور باشه. عملیات‌های جدید آغاز شده و ایران موفق می‌شود مناطق مهمی از خاک عراق را فتح کند. شبه جزیره فاو یکی از این نمونه هاست که تصرف آن ارتباط عراق با دریا را قطع کرده و شهر کلیدی بصره را در خطر سقوط قرار می‌دهد. اما در لابلای اخبار پیروزی‌های ایران شایعاتی هم به گوش می‌رسد. این که صدام هم مانند آمریکایی‌ها می‌خواهد جنگ تمام شود و حتی حاضر است به ایران غرامت پرداخت کند، مسئله‌ای که البته مسئولان آن را تایید نمی‌کنند. خبرهای بیخودی عربا پخش می‌کردند، همینطور شایعات که مثلا عربا حاضر شدن 50 میلیارد دلار بیان بعد از فتح خرمشهر بدن به ایران. دروغ بود، اصلش دروغ بود، هیچ کس نده گفته.
اما این شایعه باعث شده تا دکتر یزدی و همفکران او بار دیگر وارد صحنه شوند. مهندس بازرگان، دبیر کل نهضت آزادی، در اظهاراتی عجیب مردم انقلابی و مسئولین را متهم کرده که جنگ برای آنها هدف شده، هدفی بی انتها که در برابرش کم و زیاد خسارتها و خرابیها یا تعداد شهیدها و کشتها اهمیتی ندارد. در ادامه نهضت آزادی نیز در نامه‌ای بلند مواضع آیت الله خمینی در مورد جنگ را زیر سوال برده و با اعلام اینکه اسرائیل پیروز سیاست ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر است، خواستار پایان جنگ می شود. اندکی بعد، زمانی که یزدی و دیگر اعضای نهضت آزادی برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت نام می کنند، علی اکبر محتشمی پور وزیر کشور با توجه به موضع گیری های اخیر نهضت آزادی درباره جنگ و سایر مسائل، طی نامه ای از آیت الله خمینی در این باره نظرخواهی می کند و آیت الله نظرش را درباره یزدی و همحزبی هایش، یعنی همان کسانی که روزی با او همراه بودند، چنین اعلام می کند. پرونده این نهضت و همینطور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت می دهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکاست و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است. رهبر انقلاب در ادامه می نویسد: اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند، ملت‌های مظلوم به ویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا می‌زدند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران می‌خورد که قرن‌ها سر بلند نمی‌کرد. آیت الله در پایان نامه ضمن بی اطلاع خواندن اعضای نهضت آزادی از اسلام و فقه اضافه می کند: نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی اطلاع از مقاصد شوم آنها هستند می گردد، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشد. Oh,